ایران بخون، به بزرگی و قدمت 5000 سال تمدن دخترم، به بزرگی حافظ و سعدی، به بزرگی حکیم ابوالقاسم فردوسی دخترم. ایمان دارم، ایمان دارم تو ایرانی رو میسازی، تو با غیرت دخترونت که خیلی عزیزه برای ما داری تغییر به وجود میاری. دخترم ایران منتظرت میمونه که اگه من خرابش کردم تو 42 سال تو درستش کنم. درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه دوم شهریور ماه همراه ما باشید. رسانه‌های ایران گزارش دادند که امروز پنج شنبه 2 نفر در حادثه نشت گاز و انفجار در پالایشگاه هاشمی نژاد شهر سرخس در شمال شرقی کشور کشته شدند. در سالهای اخیر پالایشگاه‌های ایران یا دیگر تأسیسات نفت، پتروشیمی و گاز کشور بارها دچار آتش‌سوزی یا انفجار شدند. گزارش‌ها حاکی از احضار لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی، از کشته شدگان اعتراضات به دادگاه است. پس از بازداشت و احضار تعداد زیادی از اعضای خانواده کشته شدگان در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، تعدادی از خانواده‌های دادخواه در متنی مشترک در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بین ما با تن بیجان جگرگوشه‌هایمان و شما با زندان‌ها تنها یک جمله باقی است: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. رئیس کنترل بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت خبر داده که 66 مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو و 3 مورد مرگ ناشی از آن در کشور گزارش شده است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از توافق گروه بریکس بر سر پیوستن عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، ایران، آرژانتین و اتیوپی به این گروه اقتصادی از اول ژانویه 2024 خبر داد. رهبران بریکس از وزارتخانه‌های دارایی و بانک‌های مرکزی کشورهای خود خواستند تا امکان راه‌اندازی پلتفرم‌های تبادل پولی بر اساس ارزهای ملی را بررسی کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، امروز پنجشنبه خود را به زندانی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا تسلیم می‌کند. دونالد ترامپ و 17 تن از مقامات سابق دولتی، دستیاران و وکلای او متهم به برنامه‌ریزی برای تغییر نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا هستند.